سامسونگ یکی از برندهای قدیمی توی بازار ایرانه که به صفحه نمایشگرهای خوب معروف. سلام رفقا، حالتون چطوره؟ توی این ویدیو میخوایم مزایا و معایب گوشی‌های سامسونگ رو در کنار همدیگه بگیم و بگیم که توی قسمت‌های مختلف سامسونگ چه عملکردی داشته. مثلا توی یه سری بخش‌ها خوبه که اون نقاط قوتش میشه و توی یه سری بخش‌ها خوب نیست که میشه نقاط ضعفش. و کلیت گوشی سامسونگ رو بگم که برای کسایی که میخوان گوشی سامسونگ بخرن تکلیفشون مشخص باشه که برن سمت این گوشی یا برن سمت برندهای دیگه. اما قبل از این که بریم سراغ ویدیو، مثل ویدیو قبلی که برای شیائومی ضبط کردیم، حتما توی بخش کامنت ها بگین که چند نفر توی خانواده شما گوشی سامسونگ دارن. بریم سراغ ویدیو. اول بیایم مزایای گوشی های سامسونگ رو بگیم. یکی از مزایای خیلی خوب گوشی های سامسونگ اینه که آپدیت های منظمی دریافت میکنه و خب تعداد آپدیتاش بیشتره. گوشی هایی که جدیدن سامسونگ منتشر کرد مثل A33, A53, A73 و گوشی های جدیدش، خودش گفت که تا 4 سال آپدیت نرم افزاری رو داریم روی این گوشی ها که خیلی خوبه. و خب یه مزیت دیگه ای که داره، رابطه کاربریش مثلا نسبت به گوشی های شیائومی لگ و باگ کمتری داره. درسته که شاید یه سری امکانات کمتری داشته باشه، اما خب خیلی روون تره نسبت به گوشی های شیائومی و خب آپدیتاش منظم تره. اینا دوتا از خوبی های گوشی های سامسونگ بودن. یکی از خوبی های دیگه ای که برند سامسونگ داره این که دوربینا شاید اعداد عجیب و غریبی توش نباشه، اما خب کیفیت خوبی داره و کیفیت نسبتاً بهتر از برند شیائومی. یه خوبی دیگه ای که داره این که سبکه و خوش دسته و خیلی توی دست راحته گوشی های سامسونگ. حالا درسته که پلاستیکیه و شاید بدنش یکم ضعیف‌تر باشه، اما خب خیلی خوش دسته و وزن خیلی خوبی داره که برای یه سری افراد این نقطه قوتی به شمار میاد. دو تا خوبی دیگه هم داره گوشی های سامسونگ. یکی این که سابقه بهتری داره این برند نسبت به برندهای دیگه، مثلا نسبت به هواوی و شیائومی که اون ابتدای کار اومدن، شیائومی یه بدی داشت که اون اوایل کار، الان اینجوری نیست و هواوی هم همینجوری بود. این که بعد از گذشت چندین ماه به شدت عملکردش میومد پایین نسبت به گوشی های همرده خودش، یه گوشی شیائومی. و خب اینو خیلی ها میگن و بعدن هم خیلی از افراد به همین دلیل رفتن سراغ سامسونگ که سابقه بهتری داشت. و خب یه سری افراد هم به خاطر اینکه برند چینیه مثلا شیائومی و سامسونگ خب کره‌ایه، به همین دلیل میرن سراغ گوشی های سامسونگ. مزیت دیگه ای که داره گوشی های سامسونگ این که یه سری گوشی های خاص داره. مثلا سری نوت گوشی های سامسونگ خیلی خواستن، شما میتونین از قلمش استفاده کنین و واسه خیلی از افراد به در بخور این گوشی ها، مثلا واسه خبرنگارا یا نویسنده ها یا یه سری قشرهای مختلف افراد که دوست دارن با قلم کار کنن و خب یه سری ویژگی هایی رو داشته باشه. یه چیز دیگه هم که سامسونگ خیلی توی سالهای اخیر مخصوصا خوب عمل کرد توی تولید گوشی های تاشو بود که این گوشی ها هم مخصوصا گوشی زد فیلیپ که یکی از محبوب ترین گوشی های تاشو سامسونگه، خیلی عملکرد خوبی داشت داخل بازار و خیلی از افراد دوست دارن که از گوشی های تاشو استفاده بکنن. یه سری مزایای خاصی داره نسبت به گوشی های دیگه. مزایای گوشی های سامسونگ تموم شد، بریم سراغ معایبی که داره گوشی های سامسونگ. اولین چیزی که وجود داره این که امکانات کمتری نسبت به گوشی های همرده خودش، مثلا شیائومی های همرده خودش به شما میده. توی گوشی های سامسونگ این بدنه پلاستیکی رو زیاد میبینیم یا مثلا سرعت شارژر 25 واتی رو زیاد میبینیم، در حالی که برندهایی که حتی تو گوشی های میان رده میبینیم که بر فرض مثال شیائومی شارژرهای 67 واتی داره، 120 واتی داره که اعداد و ارقام خیلی خفنی داره نسبت به گوشه. در مورد جنس بدنش هم گفتم که اکثرا پلاستیکی استفاده میکنه و خب گوشی های پرچمدار رو میبینیم که جنس بدنه بهتری استفاده میشه داخلش، که این هم خوبی های و بدی های خودشو داره که داخل ویدیو بهتون گفته. دو تا ایراد دیگه میمونه، یکی این که قیمت بیشتر نسبت به همون امکاناتش و یه دونه دیگه استفاده از چیپست های مختلفه. شما توی نسخه های پرچمدار سامسونگ اینو زیاد میبینیم که گوشی ها با دو تا چیپست عرضه میشن، چیپست اسنپ دراگون برای یه سری مناطق خاص، یه سری بازارهای خاص و چیپست اگزیم. و جالبتر از این اینه که این دو تا گوشی که با چیپست های مختلفی عرضه میشن و خب عملکرداشون یکم فرق داره، قیمت تمام شدهش یکم فرق داره،
قیمت نهایی این دو تا گوشی یکسانه و خب می‌بینین که گوشی با چیپست اسنپ دراگون و اگزینوس قیمتشون یکسانه که این درست نیست. چرا؟ چون اسنپ دراگون ها عملکرد بهتری دارن کلیت، اگه بخوام بهتون بگم، نسبت به اگزینوس ها پایداری بهتری دارن و خب چیپست اگزینوس مال خود سامسونگه، طبیعتا قیمت نهاییش برای سامسونگ کمتر در میاد تا چیپست های کوالکام همون اسنپ دراگون ها، ولی میبینیم که قیمتشون یکی داخل پرچم داره. دم همتون گرم که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. حتما نظرتون رو راجع به گوشی سامسونگ داخل بخش کامنت ها بنویسین که ویدیو کامل تر بشه.